درود به یکایک شما دوستان خوب و گل عزیزم در سر تا سر کره آبی و خاکی زیبای زمین. مهرزاد هستم. دوستان عزیزم، نازنین ها، رفقای خیلی باحال، با یک کار دیگه و یه اثر دیگه از مجموعه فرازمینی ها دقایقی مطابق همیشه مهمون منازلتون هستم. اگر موافق باشید با هم به اتفاق بپردازیم به موضوع بسیار جالب و همچنین کاملا عجیب و مرموز امروز. دوستان، امروز میخوام در رابطه با یک دسته از اشیاء پرنده ناشناس که بسیار بیشتر از UFO ها من دوستشون دارم با شما دوستان عزیزم صحبت کنم. نام این دسته از اشیاء پرنده ناشناس USO ه. پیشتر از این در رابطه با USO ها برای شما دوستان عزیزم توضیحاتی رو ارائه کردم، اما برای دوستان عزیزی که نمیدونن USO چه چیزیه و کجا دیده میشه، اجازه بدید یک بار دیگه به طور خیلی خلاصه تعریفی از USO براتون داشته باشم تا بعد در ادامه خدمتتون برسم و الباقی ماجرای بسیار جالب امروز رو براتون تعریف کنم. همگی شما دوستان عزیزم UFO رو میشناسید. UFO مخفف سه واژه Unidentified Flying Object یا جسم ناشناخته پرنده، اجسامی که در آسمون پرواز میکنن و ما انسان ها تعریفی برای اون نداریم. به این دست از اشیاها ما میگیم UFO که جدیدن هم به UAP تغییر نام داده، یعنی Unidentified Aerial Phenomenon، پدیده های هوایی ناشناخته. این نام جدیدیه که دولت ایالات متحده آمریکا روی این اشیا گذاشته. اما کار اینجا تموم نمیشه. یک دسته دیگه ای ما داریم با نام USO که مخفف سه واژه Unidentified Submerged Object یا جسم ناشناخته شناگر، اجسام نورانی که در زیر آب دیده میشن. باورتون نمیشه؟ نه، با من همراه باشید. امروز قراره حسابی شاخ در بیارید. دوستان، درست در شب 11 اردیبهشت ماه سال 1403 شمسی در ایالت پنسیلوانیا در کشور ایالات متحده آمریکا، درست در نزدیکی‌های فرودگاه بین‌المللی در رودخانه دلاور ایالات متحده آمریکا، ویدیو بسیار عجیبی توسط یک شهروند ساکن پنسیلوانیا ثبت شد. مدت زمانی که این شی فرازمینی رویت شده بسیار طولانیه، شاید در حدود 45 دقیقه از این شی پرنده ناشناس این شخص موفق شده تصاویری رو ثبت کنه. من بخش هایی از این ویدیویی که ایشون ثبت کرده رو برای شما دوستان عزیزم در نظر گرفتم که با هم میبینیم. واقعا ویدیوی جالب و عجیبیه. خواهش میکنم با دقت نگاه کنید. Creepy, man. What the hell? Stay over there. Talk up to me. Thank you.
taking a dip. Dude's in his window watching it too. It's not that big, whatever it is. I don't think. Might be. دیدید؟ ویدیوی بسیار عجیبیه. در حدود 30 تا 34 دقیقه این شی ثابت و بی حرکت در دل آسمون ایستاده. چندین بار هواپیماهایی که قصد فرود در اون فرودگاه رو دارن از کنار این شی عبور میکنن. بعد از دقایقی این شی به داخل آب فرو میره و برای چند ثانیه در داخل آب کاملا غوطه‌ور میشه. سپس دوباره به سمت آسمون حرکت میکنه. هنگامی که میخواست به سمت بالا بره، یک هواپیمای مسافربری قصد فرود در فرودگاه داره. این شی برای لحظاتی توقف میکنه و اجازه میده که این هواپیما عبور کنه. بعد از اینکه این هواپیما عبور میکنه، این شی دوباره به سمت آسمون راه خودشو ادامه میده. واقعا که حیرت انگیزه، نه؟ اما این تنها باری نبوده که این شی عجیب پرنده در دل آسمون ایالات متحده آمریکا دیده شده، بلکه چندی پیش، درست 1-2 ماه قبل، یک بار دیگه این شی، این بار در ایالت آریزونا، خودشو به مردم ایالات متحده آمریکا نشون میده. نگاه کنید. دقیقاً به نظر میرسه که این شی هم ساختاری شبیه به ساختار ویدیوی قبلی داره. هنگامی که تصاویر این دو ویدیو رو در کنار هم قرار میدیم، به راحتی میتونیم حدس بزنیم که هر دوی اینها یک شی پرنده ناشناس هستند. البته چندی پیش یک بار دیگه این شی پرنده ناشناس، این بار در روشنایی روز دیده شد. شخصی از اهالی ایالات متحده آمریکا موفق شد تصاویر این شی پرنده ناشناس و عجیب رو در طول روز ثبت کنه. این بار به خاطر روشنایی روز کمی به سختی قابل رؤیته، اما وقتی که کمی بیشتر دقت میکنیم متوجه میشیم که این شی هم همانند دو شی پیشین از ساختاری نورانی و آبی رنگ تشکیل شده. به نظر شما دوستان این چه چیزی میتونه باشه؟ و چرا پشت سر هم در آسمون ایالات متحده آمریکا داره دیده میشه؟ من نمیدونم. تا رأی و نظر و داوری تو دوست عزیزم در این باره و در این زمینه چه چیزی باشه؟ دوستان، در تاریخ 17 آگوست سال 2014، در واشنگتن ایالات متحده آمریکا،
یک بار دیگه یک پدیده عجیب دریایی که در اصطلاح اون رو USO می نامند رویت شد. نگاه کنید. It's on the surface of the water. It's on the surface of the water. It's just skimming across the water right now. It's not above the water. It's on. Oh! It's on the surface of the water. It's on the surface of the water. It's just skimming across the water right now. It's not above the water. It's on. Oh! اما یک بار دیگه پیشتر از این در والنسیای اسپانیا در سال 2019 تصاویر یک USO عجیب دیگه هم در دوربین‌های موبایل مردم کشور اسپانیا ثبت شده. نگاه کنید. Otra vez desapareció en el agua, tío. En el agua desapareció. همینطور که خدمتتون عرض کردم به این دسته از اشیای پرنده ناشناس در اصطلاح USO میگن. یک بار دیگه در سال 2017 یک کاربر اینترنتی موفق شدش که از گوگل ارت تصاویر یک USO رو ثبت کنه. این بار این USO در کشور السالوادور دیده شده. این کاربر اینترنتی مختصات گوگل ارت رو در روی صفحه نمایش به ما نشون میده. این تصاویر به وسیله ماهواره گرفته شده، پس کاملا واقعی و معتبره. همینطور که میبینید یک شیء دیسکی شکل کاملا دایره‌ای در زیر آب غوطه‌وره. دوستان، درست در شب 11 اردیبهشت ماه سال 1403 شمسی ویدیوی بسیار عجیبی از یک پدیده ناشناخته به نام USO از چند دانشمند مکزیکی ثبت شد. این ویدیو بسیار معتبره چرا که چند دانشمند تصاویر این ویدیو رو تهیه کردن و در اینترنت قرار دادن. ماجرا اما چه چیزیه؟ چند دانشمند که پیرامون پدیده بایولومینیسنس، نمیدونم میدونید چه چیزیه یا نه، که در اصطلاح فارسی به اون زیستاب میگن. زیستاب یا بایولومینیسنس پدیده بسیار جالبیه که در دریاها رخ میده. یک موجودات بسیار ریزی به نام فیتوپلانکتون ها از خودشون نورهایی رو در دل شب منتشر میکنن. این پدیده در کشور خودمون ایران هم رخ داده و بارها و بارها تصاویر فیتوپلانکتون ها رو من براتون پخش کردم. اما این چند دانشمند که در رابطه با فیتوپلانکتون ها در نزدیکی خلیج مکزیک تحقیق می کردن، در اواسط تحقیق خودشون به یک پدیده بسیار عجیب برخورد کردن. در فاصله 24 کیلومتری از ساحل خلیج مکزیک به ناگهان این چند دانشمند نور بسیار عجیبی رو در وسط آب مشاهده می کنن. این دانشمند ها هرچی که فکر میکنن نمیتونن این پدیده رو به چیزی ارتباطش بدن. سرانجام تصمیم میگیرند که اعلام کنن این نوعی فیتوپلانکتونه. به همین دلیل شروع میکنن تحقیق بیشتر پیرامون این ماجرا کردن. این چند دانشمند هرچی که فکر میکنن نمیتونن این نور عجیبی رو که دارن میبینن به پدیده ای ارتباط بدن. سرانجام تصمیم میگیرن سونار خودشون رو به داخل آب بفرستن. سونار نمیدونم میدونید چه چیزیه یا نه، یک وسیله‌ایه که از کف اقیانوس ها و دریاها تصویر برداری میکنه و هر شیئی که بیشتر از چند متر بزرگی داشته باشه، در کف دریا باشه یا مقدار
مقداری از کف دریا فاصله داشته باشه، تصاویر اون رو این دستگاه سونار میتونه ثبت کنه. هنگامی که اونها سونار خودشونو به داخل آب میندازن، در کمال تعجب میبینن که این پدیده برای دستگاه سونار غیر قابل رویته، یعنی اینکه دستگاه سونار نمیتونه این پدیده یا این وسیله رو درون آب تشخیص بده. این ویدیو همینطور که خدمتون گفتم بسیار بسیار معتبره، چون چند دانشمند که پیرامون بایولومینیسنس تحقیق میکردن اون رو منتشر کردن. در روز سه‌شنبه 20 ژوئن سال 2023 که برابر میشه با 30 خرداد ماه سال 1402 شمسی، عده‌ای از جوانان کشور پورتوریکو که در سواحل شهر آگوادیلا در کشور پورتوریکو داشتن قایقرانی میکردن، به ناگهان متوجه یک چیز بسیار عجیبی میشن. نگاه کنید. Mira, prendí y apagó. Aquí hay una boya allí. No se le calme mucho. Yeah, no, güey. Pone como pequeño. Wow, mira eso. Uy. No se le calme. Mira eso. Mira eso. ¿Hay algo ahí? Mira algo ahí. Míralo. El puente está a mano izquierda, a mano izquierda. Mira eso. Mira eso. ¿Hay algo ahí? Mira algo ahí. Míralo. دو تن از اشخاصی که سوار بر این قایق بودند به نامهای هریسون ایباروندو و روبن کولون رومان شناسایی شدند. این دو نفر موفق شدند در حدود 2 دقیقه تمام از یک شیء درخشان در زیر آب تصویر برداری کنند. این جسم شناور در اقیانوس در نزدیکی قایق اونها داشت حرکت میکرد. این دو شاهد میگن که این جسم بسیار عجیب نوری خیره کننده و مجذوب کننده از خودش ساطع میکرد، جوری که همه ما محو تماشای این نور بسیار زیبا و درخشان و عجیب شده بودیم. در لحظاتی یکی از اونها تصمیم میگیره که خودش رو به این جسم درخشان و نورانی نزدیکتر کنه و به این ترتیب اونها به این شیء در زیر آب کمی نزدیکتر شدند. اما این نور مجذوب کننده گویا یک سورپرایز عجیب دیگه هم برای اونها داشت. میدونید چه چیزی؟ نگاه کنید. در ثانیه های از این ویدیو به ناگهان چیزی شبیه به شبح یک انسان در زیر آب در کنار نور دیده میشه. دقت کنید. به نظر میرسه این شی یا این موجود عجیب در زیر آب
مشغول راه رفتن تا شنا کردن. شاید تصاویر کمی واضح نباشه، به همین دلیل کنتراست ویدیو رو من زیاد میکنم و روی این پدیده عجیب مقداری زوم میکنم. نگاه کنید، یک سر با یک گردن نازک، دستها و همچنین پاها، همگی اینها به ما داره میگه که این یک شی یا یک موجود انسان نماست که در زیر آب مشغول شنا کردن یا راه رفتنه. حیرت انگیزه، نه؟ با وجود اعوجاج بسیار زیادی که در آب رخ داده و همچنین تاریکی شب، اما باز هم میشه وجود یک انسان مانند رو در زیر آب به خوبی تشخیص داد. به نظر شما دوستان این چه چیزی میتونه باشه؟ آیا یک انسانیه که در زیر آب داره راه میره و از خودش نور ساطع میکنه؟ یا اینکه یک شیء شناگر ناشناخته است و این یک نوع تکنولوژی غیر انسانیه؟ من نمیدونم. تا رأی و نظر و داوری تو دوست عزیزم در این باره و در این زمینه چه چیزی باشه، این دست از اشیا رو در اصطلاح USO مینامند، اشیاء ناشناخته‌ای که قابلیت شنا کردن در زیر آب رو دارند. دهه ها هستش که از کشور پورتوریکو درباره این اشیاء شناور نورانی گزارش های متعددی داده شده. به نظر تو دوست عزیز من، آیا این امکان وجود داره که در نزدیکی کشور پورتوریکو در زیر آب یک پایگاه ناشناخته بیگانگان وجود داشته باشه؟ دقیقا 2 سال قبل از این ماجرا، در تاریخ 12 ژوئن سال 2021، یعنی 22 خرداد ماه سال 1400 خورشیدی، در سالینا کروز در اوهاکا، گروهی از مردم که در حال تماشای اقیانوس بودند، چند متر دورتر از خودشون در زیر آب به ناگهان متوجه یک شیء درخشان و نورانی میشن. به نظر میرسه که این شیء کاملا بزرگ و نورانیه و در زیر آب مشغول حرکت کردنه. چند ویدیو از این رویداد ثبت شده. باز هم در ژوئن سال 2021، یعنی همون خرداد ماه سال 1400 خورشیدی، در یک اسکله در شهر میامی ایالت فلوریدا ایالات متحده آمریکا، از طریق یک پهباد ویدیوی بسیار عجیبی دوستان ثبت میشه. دو شیء بسیار درخشان و سبز رنگ در نزدیکی این اسکله دیده میشه. در ساعتی که این ویدیو ثبت شده، هیچ کس در اون منطقه حضور نداشت و اگر این پهپاد این تصاویر رو ثبت نمیکرد، هیچ کس پی به وجود این اشیاء پرنده ناشناس در نزدیکی اون اسکله نمی برد. به نظر شما دوستان این اشیاء در نزدیکی این اسکله چه کاری داشتند؟ اون هم درست در نزدیکی یک منزل مسکونی. اما در ماه مه سال 2022 در ریو دو ژانیرو در کشور برزیل، ویدیوی بسیار عجیب دیگه‌ای ضبط میشه. یک گروه از ماهیگیران محلی در حالی که در حال آماده شدن برای شکار ماهی بودند، به ناگهان در زیر آب متوجه حضور یک شیء کاملا درخشان و نورانی میشن. یکی از ماهیگیرا بلافاصله موبایل خودش رو در میاره و از این شیء مرموز و نورانی تصاویری رو ثبت میکنه. بنا به گفته ماهیگیرا، این شیء به طور کاملا ناگهانی ظاهر شده و به طور کاملا ناگهانی هم غیب شده.
هیچ کدوم از ماهیگیرها دوباره این شی عجیب نورانی رو در اون منطقه ندیدند. در روز 21 ماه ژوئیه سال 2021 که برابر میشه با 30 تیر ماه سال 1400 خورشیدی، در استان ریو نگرو در کشور آرژانتین یک ویدیوی بسیار مرموز و عجیب دیگه‌ای ثبت میشه. تصاویر این ویدیوی عجیب در دریاچه مورنو در استان ریو نگرو در کشور آرژانتین ثبت شده، این بار اما در روشنایی کامل روز. یک شی کاملا درخشان و نورانی در زیر اقیانوس در نزدیکی ساحل دیده میشه. گروهی از توریست های این دریاچه به ناگهان متوجه حضور این شی درخشان و نورانی در نزدیکی ساحل میشن و تا دقایقی مات و مبهوت محو تماشای این شیء مرموز و نورانی میشه. از طریق رسانه های عمومی جزئیات یک پرونده که برای دهه ها پیش بود به ناگهان فاش میشه. در این گزارش گفته شده که زیردریایی یو اس اس همتون هنگامی که عازم یک مأموریت بوده در زیر آب به ناگهان متوجه حضور یک شیء کاملا نورانی میشه که با سرعتی بیشتر از سرعت صوت در زیر آب داشته حرکت میکرده. سرعت این شیء عجیب و ناشناخته در زیر آب چیزی در حدود 1235 کیلومتر تخمین زده شده. در یک مصاحبه‌ای که با یک افسر اطلاعاتی ارتش آمریکا انجام شده، ایشون جزئیات این ماجرا رو شرح میده. ایشون میگه که در دهه 90 در یک مأموریت فوق سری بودن، در حالی که در اقیانوس در عمق بسیار زیادی زیردریایی ما غوطه‌ور بوده، ناگهان دستگاه‌های زیردریایی ما حرکت یک شی رو ثبت می‌کنه. نام این افسر عالی رتبه ارتش آمریکا آقای مگوایر. Estábamos navegando y de repente escuché el sonido. Es muy extraño porque es claro que lo que sucede es algo que nos pasa al lado. Y se mueve tan rápido, no puedo creerlo porque este submarino es limitado en cuanto a la velocidad a la que puede ir por la compresión del agua frente a él. Y esta cosa nos pasó volando, como si estuviéramos detenidos. Ahora, no voy a mentirle a nadie aquí, pero les garantizo que lo siguiente le sucedió a una persona con conocimiento de los sistemas a bordo, quien salió y dijo, Dios mío, esta maldita cosa va más rápido que la velocidad del sonido bajo el agua. Pero eso es más rápido que la velocidad del sonido en el aire. Nada se puede mover más rápido que el sonido en el aire bajo el agua, ya que el agua no se puede comprimir, no había cavitación. Era simplemente extraño. Y ahí tienes, esa es mi historia sobre los UFOs. Dustan. شهادت این افسر عالی رتبه زیردریایی آمریکا خودش گویای همه چیز هست، چرا که رکورد سرعت یک زیردریایی در زیر آب تنها 82 کیلومتر در ساعته. اما این شی با سرعت بیش از 1235 کیلومتر در ساعت از کنار زیردریایی این آقا رد شده. اما دوستان، چندی پیش بودش که جزئیات یک ویدیوی بسیار عجیب بعد از 21 سال سرانجام فاش شد. پروژه تحقیقاتی در کشور ژاپن پیرامون ماهی‌های مرکب انجام می‌شد. نام این پروژه همستر بود. این مأموریت در سال 2002 انجام پذیرفته.
در دقایقی از این مأموریت بسیار بزرگ، هنگامی که گروه تحقیقاتی با یک زیردریایی مشغول تحقیق به روی یک ماهی مرکب بود، به ناگهان یک شیء بسیار درخشان و عجیب با سرعتی وحشتناک از زیر یک ماهی مرکب عبور میکنه. دوستان، همینطور که شما بهتر از من میدونید، ماهیای مرکب به واکنش سریع بسیار معروف و مشهور هستند. اما این شی با سرعتی از زیر این ماهی مرکب عبور میکنه که این ماهی مرکب اصلا متوجه رد شدن این شی از زیر خودش نمیشه. اجازه بدید تصویر رو کمی بچرخونیم. حالا بهتر میتونیم این شی رو شناسایی کنیم. به نظر به هیچ وجه نمیرسه که این یک شیء بیولوژیکی باشه، یا به عبارتی ساده تر یک موجود زنده باشه. ماهیت و اندازه این شیء ما رو یاد بشقاب پرنده های دیسکی شکل میندازه. چیزی که کاملا واضح و مشخصه، این شیء یک وسیله حرکت در زیر آبه. به نظر شما دوستان، این چه شیئی میتونه باشه که با این سرعت وحشتناک از زیر این ماهی مرکب عبور کرده؟ آیا ما انسان‌ها میتونیم همچین اشیایی رو ساخته باشیم؟ اون هم در 21 سال پیش؟ دوستان، در تاریخ دوم ژوئن سال 2021، یعنی 12 خرداد 1400 بودش که، اگه خاطرتون باشه، یک گزارش بسیار عجیب سرتاسر مطبوعات جهان رو پر کرد. در این گزارش عجیب گفته می شدش که زیردریایی USS کندی با یک شیء عجیب در زیر آب تصادف کرده. جالب اینجاست، زیردریایی که این شیء ناشناس با اون برخورد کرده بود، یک زیردریایی بسیار پیشرفته اتمی بود. محل این اتفاق در نزدیکی دریای تایوان بود. اگر خاطرتون باشه، بعد از این اتفاق بودش که مدتی یک جنگ و نبرد زبونی و لفظی بین دو کشور چین و آمریکا رخ داد. ایالات متحده آمریکا در ابتدا تصور میکرد که این شیئی که با این زیردریایی برخورد کرده یک شیء ناشناخته مربوط به کشور چین بوده. عجیب تر این که کشور چین هم فکر میکردش که این یک رزمایش کشور آمریکا بوده با اون شیء ناشناخته. بعد از اینکه این زیردریایی به ایالات متحده آمریکا برگشت، بعد از مدتی یک سری تصاویر از این زیردریایی به نشریات درس پیدا کرد. در تصاویری که به مطبوعات درس پیدا کرده بود، به وضوح نشون داده می شدش که یک شیء قول پیکر کروی با نوک این زیردریایی تصادف کرده که باعث شده شکل این زیردریایی از حالت طبیعی خودش خارج بشه. اما دوستان، پیشتر از این هم در تاریخ 14 نوامبر سال 2004، یعنی 24 آبان سال 1383، بار دیگه گویا ایالات متحده آمریکا با این اشیاء ناشناخته دریایی روبرو شده. ماجرا از این قراره که گویا در این تاریخ ناو هواپیما بر نمتس با زیردریایی پرینستون در گوشه ای از اقیانوس مشغول یک رزمایش بودند. در جریان این رزمایش بوده که این دو کشتی قولپیکر
به ناگهان با اشیاء ناشناسی روبرو میشند. گفته شده که این اشیاء ناشناس پرنده با سرعتی در حدود 50,000 کیلومتر بر ساعت در آسمان مشغول حرکت بودند که بعد به ناگهان در کسری از ثانیه بدون اینکه سرعت خودشون رو کم کنن این اشیا به ناگهان درون اقیانوس آرام شیرجه میزنن. هنگام شیرجه زدن به درون اقیانوس آرام زیر دریای کشور آمریکا اونها رو شناسایی میکنند. اونها سرعت ورود این اشیاء ناشناس پرنده به درون آب رو 500 گره یعنی چیزی در حدود 900 کیلومتر بر ساعت برآورد کردند و این خودش واقعا حیرت انگیزه. سرعت 900 کیلومتر بر ساعت اون هم در زیر آب و با وجود اون همه آب کم چیزی نیستش. حالا با توجه به تمام مدارکی که در طول این گزارش خدمت شما دوستان عزیزم ارائه کردم، از شما میخوام بپرسم که به نظر تو دوست عزیز من این اشیاء پرنده ناشناس چه چیزی میتونن باشن؟ آیا شما هم بر این باور هستی که این اشیاء ناشناس با اون سرعت وحشتناک ساخته دست ما انسان هاست؟ به نوعی سلاح مخفی کشورهای جهانه؟ اگر اینطور فکر میکنی پس چرا هیچ کدوم از این کشورها مسئولیت این اشیاء پرنده ناشناس رو به عهده نمیگیرن؟ همینطور که متوجه شدید در جریان یکی از این رویارویی ها ایالات متحده آمریکا گمان میکرد که این اشیاء متعلق به کشور چینه و کشور چین هم باور بر این داشتش که این اشیاء متعلق به کشور آمریکاست و این دو کشور تا مدتی بر سر مالکیت این اشیاء پرنده ناشناس با همدیگه مشغول جنگ بودن. پس به راحتی میشه نتیجه گرفت که این اشیاء شناگر ناشناس یا این USO ها متعلق به ما انسان ها نیست. با توجه به این حقیقت حالا به من بگو به نظر تو این اشیاء ناشناس شناگر یا این USO ها متعلق به کجاست؟ متعلق به چه تمدن و نژادیه؟ آیا یک نژاد فرازمینی مالک این اشیاءه یا اینکه نه تمدنی در زیر آبها داره زندگی میکنه که ما تا به امروز اون تمدن رو نتونستیم شناسایی بکنیم؟ و یا شاید هم این که موجودات فرازمینی در زیر اقیانوس ها پایگاهی برای حضور خودشون به روی زمین دایر کردند و این اشیاء ناشناس شناگر متعلق به همون نژاد فرازمینیه. به نظر تو دوست عزیز من از کجا اومدن؟ چه کار خاص و ویژه‌ای درون آبها دارن که این چنین خودشون رو در تمام اقیانوس‌ها نشون میدن؟ آیا به نوعی اونها عمدن میخوان خودنمایی کنن یا اینکه هدف خاص و ویژه‌ای در ذهن دارن؟ من نمیدونم، اما خیلی مایلم تا نظر تو دوست عزیزم رو در این باره و در این زمینه بدونم. پس محبت کن، خجالت نکش، هر چیزی که به ذهنت میرسه حتی اگر به نظرت مسخره میاد در زیر همین ویدیو برای من و باقی دوستان بیننده بنویس تا با همدیگه با تضارب آرا و با جمع کردن رأیای همدیگه بلکه بتونیم به یک پاسخ درخور و شایسته در این ارتباط برسیم. در انتظار پاسخ شما به پرسشی که مطرح کردم هستم.
از اینکه منو تا پایان و تا انتهای این اثر و این کار مانند همیشه همراهی کردید، یاری کردید. رفیق نیمه راه نبودی، وسط راه بذاری بری، از تو دوست عزیزم بی نهایت تشکر میکنم. اینو بدون که در آرزوی دیدار شما عزیزانم، روزها رو شب، شبها رو روز میکنم. دوستدار یکایک که شما، خدمتگزار همیشگی شما، مهرزاد. It's on the surface of the water. It's just skimming across the water right now. It's not above the water. It's on. Oh! Turns to